ساعت 9 شب بود و فرزندان دکتر محمد اعتمادی منتظر بودند که مثل هر شب عقربه های ساعت که به 9 شب نزدیک می شود پدر و مادرشان با لبخند در قاب در ظاهر شوند. اما آن شب با همیشه فرق داشت. مادر به تنهایی از راه رسید، آن هم مضطرب و نگران. نگاه مات و مبهوت بچه ها مادرشان را دنبال می کرد که دست پاچه و سراسیمه دنبال چیزی می گشت. از این اتاق به آن اتاق می رفت و سعی می کرد صورت گریانش را از بچه ها پنهان کند. بچه ها پشت سر هم سوال می پرسیدن. بابا کجاست؟ کجا داری می روی؟ چرا بابا نیامد خانه؟ مادر یکی در میان جواب بچه ها را می داد. اما بالاخره چیزی که بچه ها دستگیرشان شد این بود پدرشان بیمار بدحال دارد و مادر برای انتقال مریض به بیمارستان باید به کمک پدرشان برود. اما این سناریوی ساده‌ای بود که کودکان با صداقتی کودکانه باورش کرده بودند. ماجرا اما چیز دیگری بود. پدر به قتل رسیده بود و مادر داشت برای رسیدگی به کارهای اداری به اداره آگاهی می رفت. تنها یک روز مانده بود به رسیدن پاییز. همسر دکتر اعتمادی مثل هر روز در درمانگاه مشغول رسیدگی به بیماران بود که یک معتاد وارد درمانگاه شد. من و همسرم هر دو در یک درمانگاه کار می‌کردیم. همسرم یک کلینیک ترک اعتیاد هم دایر کرده بود. روز حادثه مردی به درمانگاه مراجعه کرد و از ما تقاضا کرد که به او داروی متادون بدهیم. اما همسرم گفت چون نام او در لیست بیماران ما نیست و در کلینیک ما پرونده ندارد نمیتواند به او دارو بدهد. با اینکه از همان لحظه اول همسرم به او گفت که خبری از متادون نخواهد بود اما بیمار دست بردار نبود. چند بار به همسرم اصرار کرد اما با شنیدن جواب منفی باز هم از درمانگاه بیرون نرفت. از او پرسیدم چرا نمی روی؟ گفت میخواهم صبر کنم تا شاید آخر وقت که اینجا خلوت شد بتوانم دکتر را راضی کنم که به من متادون بدهد. مرد معتاد ساعتی صبر کرد. کم کم درمانگاه خلوت شد و دکتر اعتمادی و همسرش میخواستند درمانگاه را تعطیل کنند. همسر دکتر اعتمادی در ادامه گفت درمانگاه خلوت شده بود. دکتر از مطب بیرون آمد و میخواستیم به خانه ما بازگردیم که دوباره چشم دکتر به همان بیمار افتاد. گفت من که گفتم نمیتوانم به شما دارو بدهم، چرا هنوز اینجا مانده اید؟ بیمار عصبانی شد و با خشم به همسرم گفت پس به من متادون نمیدهی؟ همسرم هم گفت نه. بعد یک دفعه دیدیم که او به سمت ماشینش رفت و سری دوباره به داخل درمانگاه برگشت. یک کلت از جیبش بیرون کشید و شروع کرد به شلیک کردن به همسرم. در یک چشم به هم زدن دیدم که همسرم غرق خون شد و روی زمین افتاد. من جیغ میزدم و همسرم میگفت که فرار کنم. قاتل بعد از شلیک چند گلوله پا به فرار گذاشت. همسر دکتر اعتمادی میگوید خیلی سریع با اورژانس و پلیس تماس گرفتم. اورژانس و پلیس دیر از راه رسیدند و من به همسرم سرم وصل کرده بودم. هر کاری از دستم برآمد انجام دادم. من ماما هستم و اگر پزشک بودم می توانستم کار احیا را انجام بدهم. وقتی همسرم به بیمارستان رسید جان خود را از دست داد. همسر دکتر اعتمادی در آخر گفت همان شب متهم دستگیر شد و به قتل همسرم اعتراف کرد. گفت به خاطر اینکه دکتر به من متادون نداد به او شلیک کردم. بعد هم صحنه قتل را بازسازی کرد. فرزندان من و پدر مادر همسرم اولیای دم هستند و همه تقاضای قصاص داریم. حتی دلم می‌خواهد که قاتل در ملأ عام اعدام شود. رسیدگی به این پرونده خیلی زود به جریان افتاد و متهم به قصاص محکوم شد. قاتل خانواده‌اش به این حکم اعتراض کردند و این پرونده همچنان در کش و قوس قضایی می‌باشد. 50 سالشون بود درسته؟ بله. چند تا فرزند داشتن؟ یه دختر و یه پسر. چند ساله هستن فرزنداتون؟ دخترم 12 سالشه، پسرم 9 سالشه. زنده باشن. خونده بود، هم کرده بود. ارومیه؟ میه، آره. درسته، پزشک عمومی بودن دیگه. بودن بله. دانشگاه علوم پزشکی عمومی دست خونده بودن. یه دونه درمانگاه باز کردن از سال 80. درسته. درمانگاه شبانه‌روزی اونجا فعالیت می‌کردن. خب بله. بعدش هم اومدن یه مرکز ترک اعتیاد راه اندازی کردن. مرکز ترک اعتیاد دکتر اعتمادی که متأسفانه بر سر اون هم این بلا سرش اومد. یه مریض معتاد تو مرکز ما پرونده نداشت. بله. مرکز ما پرونده نداشت، اومد قصاص. ظهر اومده بود. من گفتم شما اینجا پرونده ندارین، چون من و دکتر با هم کار میکردیم. گفتم شما پرونده ندارین، نمیتونم بدم. دکترم نیست، من بدون اجازه اون نمیتونم قصاصتون بدم. رفت. ساعت 6 اینا اومد، 6 و نیم بود. آ دکتر مطب مریض میدیدن. گفت آ دکتر قص میخوام. گفت که آقا من نمیتونم بهتون قص بدم، شما پرونده ندارین اینجا. منم سهمیه ام کمی دارم و حقیقت واسه مرضای خودمه. رفت، چیزی نگفت، رفت. حالا هوش ساعت 9 رو بود. منم داشتم بخیه میزدم، مریض میدیدم. آ دکترم مریض داشت.
اومد نشست سالون، گفتم واسه چی اومد؟ گفت اومدم خلوت بشه با دکتر صحبت کنم، بهم به قرص بده. گفتم که نمیده، دکتر بهتون گفت دیگه. قرص چی میخواست؟ قرص متادون. گفتم که نمیشه. گفت قبول نکردم. نشستم گفتم باشه بشین، خلوت شد ببینیم، خواهش کنیم بده دکتر بهتون بده. دکتر مریضش راهی کرد رفت، اونم پاشد از نیمکت گفت آره دکتر گوشت میخوام. گفت که من بهتون گفتم که نمیتونم گوشت بدم بهتون. گفت نمیدین؟ گفت دکترم گفت نه دیگه نمیدم بهتون، گفتم دیگه ساعت 6 گفتم نمیدم. رفت بیرون، ما فکر کردیم رفت دیگه. من رفته از ماشین از راهی برداشت آورد، در رو باز کرد، دکترم وسط سالن بود. از اونجا شلیک کرد به دکتر، دکتر هیچی دیگه دراز کشید وسط سالن افتاد. من رفتم بالای سرش گفتم چی شده؟ دکتر به من گفت فرار کن. من فرار کردم، دیدم سلام بلند کردم، دیدم که آقای تفنگ دستش واستاده بالا سر چیز دم در، داره یکی دیگه شلیک میکنه. من فرار کردم، اون یکی هم شلیک کرد واسه دکتر. هیچی، سوار موتور شد و رفت. من آوردم زود به دکتر سرون وست کردم، به اورژانس زنگ زدم، به 110 زنگ زدم. بعد 20 دقیقه 30 دقیقه این 110 و اورژانس اومدم. بیا اینجا ببین چه خبر آخه. هیچی خام شیخ علیزاده، هیچی. یعنی جلو چشم خودتون همسر؟ بله، ما دو تای بودیم دیگه، دو تای بودیم. من هیچی، دکتر رو برگردم دیدم که از بینیش از دهنش داره خون میاد. برگردونم ایروه آوردم گذاشتم دهنش که خفه نشه. و اون رو آوردم سرم زدم، یه دونه سرم رینگش شوت زدم رفت. بعدش سرم نرمال سالی زدم تا 110 برسه، تا اورژانس برسه. ببین چقدر زمان میبره یه دونه سرم یک لیتری تموم بشه. یه رو شوت باز کنی، یه رو خب یه رو اونجا، یه دونه سرم من تموم شد. اون یکی رو وز کردن نصفش رفت، هنوز اینا نیومده بودن. درسته. هیچی دیگه. خودتونم پزشک هستی؟ نه ماما هستم، تاسفانه ماما هستم. من اگه پزشک بودم میتونستم سی پی آرش کنم، ولی دیگه آقای دکتر اونجا تموم کرد، چون که اولی خورده بود به قلبش. خب پزشک قانونی که شد گفتن شریانش همانک کرده، شریانش پاره شده به خاطر خونریزی. اون یکی هم به این یکی سینش خورده بود، یعنی پانوموتراکس داده بود ریش که سوراخ شده بود. آقای دکتر دیگه اکسیژنش حالش کم شده، سیانوزه شد دیگه. الان متهم دستگیر شده؟ بله، همون شب به ما زنگ زدم برادر خانمتون به دکتر شلی کرد، یکی از شهروندان اوختی. خب محترمیه. با این کار که برادر خانمش بود، من زنگ دادم بهش گفتم من دکتر رو میبرم بیمارستان، من تا اومدم آقا رو باید دستگیر کنیم بدیم به کلانتری. من که ساعت بچه هم اینجا خونه مونده بودن دیگه، به اینا نگفتم که چه خبره. گفتم بچه مریض اورژانسی دارم، باید با بابا ببرم بیمارستان، خود رو باید آمبولانس ببریم. درا رو گفت کردم، بچه ها موندن خونه دوتاشون، تا بچه شروع تنهایی. من بردم دکتر بیمارستان امام رضا. هیچی، ساعت 2:30 برگشتم، دیدم آره آگاهی و کلانتری اونجا همه دم در واستادن، آقا رو دفی کرده بودن. میدونین تو اعترافاتش چی گفت؟ آره صبحش طرف هم آوردن اینجا، ازش مصاحبه کردن، گزارش تهیه کردن دیگه، یعنی صحنه جرم رو بازسازی کردن. گفت چرا شلیک کردین؟ گفت اومدم گوش خواستم، دکتر بهم گوش نداد، منم شلیک کردم. گفتم آخه نامت واسه دادن گوش شما که، ما که بهتون تعهدی نداشتیم که گوش بدیم، پرونده نداری تو مرکز ما. اگه داشتی ها حق با شما بود. خب در حال که شما پرونده نداریم تو مرکز ما، هیچی. خب تهدید میکردی، میزدی تو پاش دسته، چرا گربش رو نشونه گرفتی؟ بی معرفت. هیچی، خودش اعتراف کرد آره دیگه من دو گوش خواستم، دکتر نداد، دکتر عصبانی شد، منم شلیک کرد. پدرشو در میارم، من اونو میارم تو هم جلوی مطب چیز، جلوی مطب دکتر. خب اینجا یه چهار راه هست، اونجا همونجا آویزونش میکنم. یعنی تقاضای قصاص کردن؟ تقاضای قصاص فقط وستنم. بچه داره؟ آره دیگه تو حتما داره، تو بچه داره. اون آقا شغلش چی بوده؟ معتاد، علاف، گچکار بوده، ساختمون گچکاری میکرده. ممنون از شما دوستان عزیز که تا پایان این داستان تلخ با ما همراه بودید. خوشحال میشم اگر نظراتتون رو در زیر همین ویدیو با هم به اشتراک بذارید. تا روایت پرونده جنایی دیگر، خدا نگهدار.